سلام، قربانی هستم. در زمینه هنرهای سنتی و رنگرزی طبیعی فعالیت دارم. آیا قربانی چند سالتونه؟ 43 سال. چند سال است که توی این حرفه فعالیت میکنید؟ حدودا 20 سال هستش که توی این زمینه فعالیتم رو به صورت تخصصی در زمینه در واقع هنرهای سنتی و بافته ها و همینجور رنگرزی فعالیت دارم. اول هلوش 25 سالم بود که خب من وارد رشته بحث فرش و فارغ التحصیل از رشته فرش شدم و به صورت عملی این کار رو شروع کردم. از چه کسی این حرفه رو آموختید؟ خب بیشتر اطلاعات رو توی دانشگاه که به صورت علمی بود کسب کردم و بعدا از در واقع رنگرزهایی که به صورت سنتی کار میکردم کمک گرفتم. یکم در مورد محصولاتتون برامون توضیح میدید؟ بله، خب اینجا کارگاه رنگرزی هستش. خب در گذشتم یه بنای سنتی هستش که رنگرزهای قدیم شهری هست همینجا فعالیت داشتن. محصولی که ما داریم خب در واقع پشم ها به صورت خام به کارگاه ما انتقال داده میشن یا کارهایی که خودمون میتونم انجام بدیم، پشم های سفید که روی پشم های سفید با تکنیک های مختلف رنگرزی میتونیم رنگ های متنوع رو ازشون استخراج بکنیم. پایه رنگ های ما تماما بر اساس منشأ گیاهی هستش و از رنگزاهای طبیعی برای رنگرزی الیاف پشم استفاده میکنیم. آقای قربانی یکم در مورد رنگزای طبیعی برامون توضیح میدید؟ بله، خب مواد اولیه که برای رنگزای طبیعی یا رنگرزی طبیعی ما باید استفاده بکنیم یه بخشی مربوط منشأشون گیاهی هستن، یه تعداد خیلی کمی هم هستن که منشأ اونا حیوانی هستش، ولی بیشترین در واقع مواد رنگزای ما منشأش طبیعی هستش که ما یه تعدادی رو اینجا داریم که می‌خوایم معرفی بکنیم. تنوع اونا خیلی بالا هستش ولی یه تعدادی رو اینجا داریم معرفی می‌کنیم. این روناس هستش، ریشه یه گیاهی هستش که تو همون اقلیم یزد رشد می‌کنه، یعنی یکی از رنگ‌های اصلی رنگرزی ما همین هستش که رنگ قرمز رو میده که مشابهش رو تو این الیاف دارید می‌بینید که رنگ قرمز پررنگی هستش یا رنگ قرمز روناسی هم معروفه. با پساب اون ما می‌تونیم رنگ‌های کم رنگ‌تری مشابه این رو هم به دست بیاریم. خب ماده بعدیمون قراگرود هستش، از اسید این استفاده میکنیم برای تنوع رنگی یا کم رنگ پر رنگ کردن رنگ ها استفاده میکنیم، بیشتر حالت کمک دندانه هستش تا رنگزا. ماده بعدیمون در واقع حنا هست، از حنا هم استفاده میشه، حالت نارنجی کم رنگ از قدیم استفاده میکردن و رنگ خیلی خوبی رو داره. رنگزای بعدیمون در واقع پرچم یک خاری که تو بیابان ها هستش به نام گل رنگ هست که خب تو مواد در واقع پخت و پز و غذا هم استفاده میکنن یا روی نون استفاده میکنن، ولی اینجا ما از رنگ زرد این گل رنگ استفاده میکنیم برای رنگ رزیمون. در واقع زرشک کوهی هست، تو همین بیابان های اطراف کوه های اطراف در واقع یزد هم این زرشک کوهی رو ما داریم، اسید خیلی خوبی داره. همین قرمزی که به این پر رنگی تو این الیاف داره میبینید یک عاملش همین در واقع اسید این زرشک هستش که باعث شده که رنگ روناس ما پر رنگ ترین حالت روی الیاف ثبات پیدا بکنه. ماده دیگه همون جفت هست، پوست درخت بلوطه که تو مناطق غرب ایران جنگل‌های بلوطی هستش، از همین پوستی که اطرافش می‌ریزه، لازم نیستش که بخوایم آسیبی به درخت برسونیم، اطرافش می‌ریزه و از پاش جمع می‌کنیم و قهوه‌ای قرمز خیلی خوش‌رنگ و خوبی رو بهمون این در واقع ماده رنگزا میده. نمونه بعدی خب خود محصول اون درخت بلوط هستش که بلوط غرب ایران هست، از شید قهوه‌ای رو ما می‌گیریم، ثبات خیلی خوبی داره تو رنگزای قهوه‌مون. و رنگزای بعدیمون در واقع گل اسپرک هست که در واقع زرد اصلی ما توی رنگرزی هم همین گلی هستش که به اسم گل اسپرک تو منطقه خراسان رو کشت می‌کنن یا به صورت وحشی تو مناطق کوهستانی خراسان تو فصل اردیبهشت برداشت میشه و طیف زرد و خانواده هایی که بخوایم با قرمز ترکیب بکنیم به نارنجی ها برسیم، به انواع کرم ها برسیم، میتونیم از این رنگزا استفاده کنیم. اینا یه بخشی از اون رنگزا هستش، مثل برگه مو رو ما داریم یا پوست گردو رو ما داریم یا نیل که رنگ آبی ما هستش، اینا رو داریم. تنوع رنگ ها خیلی زیاد هستش ولی بعضیشون خیلی اهمیت دارن و اون 5 6 تا به صورت کلیدی در واقع کار ما رو تو رنگرزی انجام میدن. از چه لوازم و وسایلی برای این کار استفاده میکنید؟ خب
در واقع میشه گفتش که پاتیل مهمترین اجزا وسیله رنگرزی هستش که در قدیم به صورت کیفیت پاتیل ها مسی بوده، امروزه از پاتیل های استیل استفاده میکنن، اینکه کیفیت رنگی خوبی رو داره و نهایتاً بحث وسیله اصلی ما همین پاتیل هستش و مواد در واقع کمکی که برای رنگرزی ما نیاز داریم. همجور حوضچه هایی برای شستشوی پشم هم ما لازم هستش که قبل از اینکه این پشم ها که اینجا انتقال داده میشن بخوان پاتیل رنگرزی بشن حتی باید شستشو داده بشن که توی حوضچه ها اینا رو در واقع شستشو میدیم و آماده در واقع رنگرزی میشن. از درآمدش راضی هستید؟ فروشتون خوبه؟ بله الحمدلله، ما هم به صورت مستقیم و به صورت غیر مستقیم از بحث رنگرزی استفاده میکنیم. معمولا چون خودمون تولید کننده کلیم و بخش فرش هستیم، برای محصولات خودمون در واقع رنگرزی میکنیم و تبدیل به محصول نهاییش میکنیم. بیشتر کدوم دسته از افراد مشتری های شما هستن؟ خب به صورت مستقیم تولید کننده ها اینجا بیشتر میان، یعنی حضوری که دارن در واقع تولید کننده های فرش، کلیم، جاجیم و به نوعی که با پشم در واقع سر و کار دارن مراجعه میکنن برای در واقع تامین مواد اولیه تولیداتی که خودشون میخوان داشته باشن. اگر کسی بخواد این حرفه رو یاد بگیره بهش آموزش میدید؟ بله حتما، ولی این هستش که چون بس کاملا تخصصی هستش و اینجا دیگه کار عملیاتی اینجا انجام میشه، حتما باید اطلاعات اولیه رو مراجعه کنندگان باید داشته باشن، حداقل توی این رشته تحصیل کرده باشن و اینجا بیان در واقع رفع اشکال اون دانشی که اونجا آموختن رو اینجا تکمیل بکنن و بله میتونن در واقع صاحب این شغل و کار بشن. خیلی ممنون به خاطر مصاحبه ارزشمندش. ممنونم، متشکرم از لطف و زحمت شما.